پگاهتان بخیر. ممنون از اینکه مجله صبح را بیننده هستید. در ابتدای برنامه بسته خبری حاوی مهمترین و داغ‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان پیشکش شما بیننده عزیز شد و امیدوار است مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در ضمن جا داره سپاسگزاری کنم از بخش خبرمان، همکارای بخش خبرمان که این بسته را آماده کردن و پیشکش شما شد. بیننده عزیز، در ابتدای برنامه فرصت نشد که در ارتباط به موضوع و مهمان برنامه امروز برای شما توضیحات بدم، ولی حالا جا داره که بگیم مهمان برنامه امروز ما جناب محمد اسماعیل قاسم یار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح هستند و اینجا حضور پیدا کردند. و بحثی که امروز ما داریم، شما بهتر از ما یا بهتر از هر کس دیگه میفهمین که صلح بزرگترین آرزو برای مردم افغانستان هست و از 13 سال به این سو دولت افغانستان هم تلاش به این داشته که آرزوی مردم افغانستان را برآورده کنه و شورای عالی صلح هم برای برآورده کردن همچین آرزوی ایجاد شد و کارش شروع کرد. حالا اینکه چقدر این البته نهاد یا این ارگان تانسته که در کارش و یا هم برای برآورده کردن آرزوی مردم افغانستان موفقانه عمل کنه یا نه، به شما برمیگردم. دوست داریم دیدگاه شما را در ارتباط موضوع ایمان داشته باشیم و تا پایان برنامه ما را همراهی کنن. شماره تماس برنامه مثل همیشه در خدمت شما 0791-3654-655. شماره تماس است که به گونه زنده شما را وصل میکنه داخل استودیو و ما میتونیم که صدای شما را داشته باشیم و دیدگاهتان را به اگر سوال دارین در ارتباط با موضوع برنامه. دوستایی که اگر میخوان شرح بیشتر در ارتباط با موضوع داشته باشن، سر بزنن به facebook.com/vantv_morning magazine. لینک فیسبوک من هست، به فارسی هم مجله سوپن میسن راحت‌تر پیدا میکنن و پیامخانه در خدمت شماست، اونجا میتونن متن دیدگاهتون را بنویسن. و پیامگیرمان 654-4-5 پیام ساعتی شما رو میگیره. بعد از البته شنیدن صدای بیب میتونن که پیام خودتون رو بگذارن و اگر پیام کتبی میگذارن از طریق 654 هم همچنان میشه و این در صورت است که تماس شما وصل نمیشه و یا تاخیر ایجاد میشه. به صفحه پیامتون 45 نوشتم متن پیامتون رو بنویسن و به 654 ارسال کنن، برام میرسه. ممنون از همه‌تون که بیننده ایمان هستید و جا داره اینجا جناب قاسم یار خوش آمدید بگیم و ممنون از اینکه دعوت اونجا قبول کردید. زنده باشین. تشکر از شما. خیلی ممنون. اگر اجازه تون باشه بریم سراغ تماس اولی دیدگار داشته باشیم و بعد به صورت کلی سر سوالای عمومی میایم. درست است؟ مهربان. خب تماس پشت خط داریم. احمد عزیز سلام، صبحت بخیر. سلام با شما طبان عزیز و برای همچنین برای میمان برنامه‌تون سلام علیکم و رحمت الله و برکات. صبح شما بخیر. تشکر از برنامه خوبتون. میخواستم از جناب قاسم پرسان بکنم که کمیسیون شورا عالی صلح صلح یک بسیار نام مقدس و آرزوی همه ما افغانان، اما متاسفانه از روزی که این کمیسیون ایجاد شده تا به امروز دستاورد صفر است، زیر صفر است. به خاطر از اینکه ما هر روز در افغانستان منتظر ازی هستیم که امروز یا فردا چی وقت ما در انتحاری برابر میشیم و چی وقت ما جان شیرین خود از دست میدیم. و یک دین روز شما حادثه را ببینید، هفته گذشته همی جریان حادثه و چهارصد بستر را ببینید. صلح با کی؟ اول میخوایم که جناب قاسمیار سپرسان بکنم که شما صلح را که با کی انجام میدید؟ طالب، داعش، با کی؟ پشت عقب این کشورهای را کمی طالب ها یا داعش کی ها هستن که را حمایت میکنن در مقابل یک حکومتی که ما در حدود سنین لک اردو و پولیس داریم در مقابل ما اینقدر با آمادگی ها متام میجنگن؟ اصلی عاملین از اینها کی ها هستن؟ یا باید با آنها صاحب با گفتگو بکنن با این که یا کلشان اجیرها و غلام های مردم هستن؟ یکی و دوم دیگر امی شورای یک توافقنامه را که با حکمتیار صاحب امضا کردن او فعلا گم مان به شکل مردم و بار پاک است، اما فعلا پس امی مسئله چپ شده ری بار پسان میکنم از جناب قاسمی هستم و امی آدست کسایی که اولادایشان و فرزندایشان از دست دادن جناب قاسمی هستم جوابشان برازیه چی هستم. وقتت بخیر احمد جان، سپاس. خب بیننده عزیز، مکررن جا داره یادآور شوم که بحث امروز من در ارتباط به عمل کرد و کار کرده شورای عالی صلح هست. شما هم اگر دیدگاه دارین و یه سوال دارین با ما در میان بگذارین. 0791-3654-655 شماره تماس های برنامه است. آقای قاسم یار، جا داره در ابتدا در این مورد صحبت کنیم. در وضعیت کلونی افغانستان که شما بهتر از ماها از وضعیت امنیتی افغانستان با خبر هستید، این واژه صلح چه معنا میده؟ و چون در همین قسمت حیطه صلاحیتتون هست و کار میکنین و همین شورا ایجاد شده برای، بازم تکرار میکنم، برای برآورده شدن آرزوی مردم افغانستان که صلح هست، یگان آرزویشان، دقیقاً این واژه چه معنی میده؟ به نام خداوندی که فرمود و صلح و خیر، با عرض سلام و صبح خیر به همه. من عرض بکنم که آنچه که برادر ما سوال های داشتند واقعا من احترام میگذارم به سوال هایشان و کاملا حق مردم ماست که چون مسئله صلح به همه تعلق داره،
اما طور که شما اشاره کردین آرزوی همه ما هست که ما باید زندگی در سایه صلح و امنیت به سر ببریم و این حق اساسی شهروندان کشور ما هست که اینها باید از همه نعمتهایی که صلح و مسالمت و زندگی با همی داره از اینا بهره مند شوند. به هر حال میخوایم بگم که کم واره ساده نبینیم مسئله معضل موجود افغانستانه، به خاطر ای که اگر سوال ساده ای تو فکر کنیم که ما شورای عالی صلح داریم، به نام شورای عالی صلح یک نهاد داریم که ایره مثلا امو جرگه ملی مشورتی صلح ایجاد کرد. خب اما صلح نداریم، به سختی آدم میتونه که کل کوزه و کاسه را به سر شورای عالی صلح بشکنانه، به خاطر که برادر عزیز ما کمک واره به قناعتش افزوده شده باشه. او ای است که ببینین ما 13-14 سال نیروهای اول ائتلاف آمد، ایسف آمد، بعد از او ناتو و بیش از 100,000 جنگی تا دندان مسلح که نیروی نظامی یک بخش عمده از جهان بودن، اینا به افغانستان آمدن اینا که همکاری کنن که امنیت بیارن و صلح بیارن. خب نیروهای ما بودن. ببینین متاسفانه 13-14 سال گذشت هنوز هم ما مثلا صلح نداریم و هنوز هم امنیت سطحی نداریم. دلیل این وضعیت را شما خودتون در چی میبینین و بررسی خود شورا در چی بوده که ببینید. چرا با وجود این همه البته کشورهایی که به عنوان متحد یا به عنوان همکار در افغانستان حضور دارن به خاطر صلح هنوز صلح حتی یعنی 1% هم نداریم با در افغانستان؟ بندی هم نیست. بله راست میگید. خب هدف امی هست که این موزل یک نوع معجون مرکب شده. ببینین این ابعاد گسترده داره، این یک امر داخلی نیست، این یک جنگی که تنها افغانها بین خود جنگ میکنن نیست، این یک حالت نشان میده که جنگ تحمیلی از دیگه نیروها بالای افغانستان و این امو بازی بزرگ است که به کشور ما برا انداخته شده. بازیگرهای این از ایالات متحده امریکا گرفته آل به این وقتا ابعاد دیگه هم پیدا کرده، کشورهای منطقه ما به رهبری روسیه، خب مسئله چین، پاکستان، هند، افغانستان و ایران همه یک جا شیشتن کنفرانس به اصطلاح یا نشست شش کشور و آل شنیدیم که و شاید هم همتو شوه که این توسعه میتن شش جمع دو میشه، امکان داره جمع سه شوه، حتی ایالات متحده امریکا هم داخل بکنن به این گپ. یعنی ای تو یک گپ آسان نیست که برادر عزیز ما بگویه که 5-6 سال است که ما شورای عالی صلح داریم، 5-6 سال از این میگذره و ما که صلح نداریم پس شورای عالی صلح ما ملامت هستن. لذا باید پیچیدگی وضع و امی که این موزل کلانتر است از این که ما ایره تنها به افغان بیشتر بحث ادامه میتیم. امیر جان عزیز پشت خط هستن و آقا فرایدون عزیز سلام، صبحت بخیر برادرم. سلام خواهد، صبح شما بخیر و صبح مشاور صاحب هم بخیر باشم. تشکر، زنده باشین. بفرمایید دیدگاهتان در ارتباط با موضوع برنامه چیست؟ فقط خواستم اگه پرسش داشته باشم از جناب مشاور صاحب، منزل اصلی جنگ در افغانستان چیست؟ ایره شما شاید نمیفهمین، اگر میفهمیدین شاید یک راهکار مناسب را در شورای عالی صلح برگزار پیشگیری میکردین یا برگزار میکردین که تا که جنگ در افغانستان کاهش پیدا میکرد. منزل اصلی جنگ در افغانستان هیست که تمام مردم افغانستان زیر فقر زندگی میکنم، مردم افغانستان بیکار است، مردم افغانستان بیچاره است. دشمن کوشش میکنه از این اشخاص بیکار، از این اشخاص بیچاره استفاده کنم تا در مقابل نظام استادگی کنم
و از این طرف هم اولاد غریب کشته میشه، از اون طرف هم اولاد غریب کشته میشن. بنابراین شورای عالی سرا باید راهکارهای مناسب را روی دست بگیره که معضل بیکاری را فریدی جان بار دایر کنه، با دولت هم آهنگ شوه که چی راهکارهای را پیش بگیره. درست. که فاندیکار معدن اینا را همش فعال کنن تا اقتصاد کشور بلند بره، تا همگی در کار شوند، ممنون. دشمن نتوانم که از مردم بیچاره ما درست. توی استفاده کنم. سپاس فرایدون عزیز، سپاس از اینکه دیدگاهت شریک ساختی. به صورت کلی ما تانستیم بگیریم حرفایت که دقیقا هدفت از چی بود. و وقتت بخیر و تماس بعدی امیر جان عزیز، صحبت بخیر. السلام علیکم، صبح شما بخیر. من زنده باشین. از جوز جان تماس گرفتین، درست است؟ علی جان از مجموعه جوز جان شما را زحمت دادم. ممنون. چند سوالی که از محترم بزرگوار صاحب قاسم صاحب داشتن که امی، اول که ما بیخی شرم میکنیم که یک مثل یک شورای عالی سول یک شورا داریم، به خاطر که تاوالی که چند سال بود که اینا هیچ کاری نکردن. آیا امی اشتباهی ماست که ما در افغانستان تولد شدیم، به دنیا آمدیم؟ آیا ما حق یا امید هیچ صلح در وطن خود نداریم؟ با گفته خودشان هیچ ما آرزو نداریم که در صلح امنیت در کشور خود زندگی کنیم؟ آیا این چی حال است؟ چی روز است؟ به خدا ببینید، شما هر روز ده ها جوان کشته میشه، ده ها زن بیوه میشه، ده ها طفل بی پدر یتیم میشه. ما چی وقت این حالت ادامه میتیم؟ خب اگر سوال دارین زودتر سر سوالتان برین که فرصت کم هست. امیر جان سوالتان چیست؟ در آینده یک سال آرامی در افغانستان داشته باشین. تشکر زیاد، وقت شما رو نمیگیرم. ممنون، وقتتان بخیر. سپاس از دوستایی که تماس میگیرن و یک مورد باید یاد بر شما. به هر گونه دیدگاهی در برنامه احترام گذاشته میشه، اما به اون دیدگاهی که بالاخره عفت کلام داشت در نظر گرفته نشه و توهین آمیز باشه ما احترام نمیگذاریم. بنابراین پس زمانی که تماس میگیرین این مورد رو خیلی جدی بگیرین و عفت کلام در نظر بگیرین. در مقابل دیدگاهی فریدون عزیز چه صحبت هایی دارین و همینطور؟ بله، واقعا نکاتی که اونها فرمودن یعنی یک بخش از حقایق است، اما همه حقایق امی نیست. درست است که مثل فقر و بیکاری و حتی فساد و بی‌عدالتی هایی که در جامعه هست، اینها موجب از این میشه که یک عده ناراض شوند، یک عده بروند به صفوف مخالفین مسلح بپیوندند و بیان علیه دولت و علیه مردم باز اینا بجنگند. این ما یعنی موافق هستیم که اینا یک عده حقایق است، اما حقایق بیشتری وجود داره. همونطور که پرسشگر دوم فرمودن، واقعا ما باید بفهمیم که این جنگ به سر چی هست. خب با تمام این که ما در 5-6 سال تلاش هم کردیم که خود وارد بسازیم، به انگیزه ها و به کنه از این جنگ ما آشنا شویم. متاسفانه هنوز همه خودم شخصا ادعا کرده نمیتونم که ما همه مسائلی که پشت پرده هست و همه این نیمکاسه هایی که به زیر کاسه به ارتباط موزل افغانستان هست ما اونا رو هم میگیریم میفهمیم. یعنی شورای عالی صلح از طریق حکومت، از طریق وزارت خارجه، از طریق شورای امنیت، از طریق دیگه وزارتخانه های مسلکی ما حرکت میکنیم. آقای قاسمی، یک موردی که از زمان ایجاد شورای عالی صلح مردم بیشتر رویش تاکید داشتن و اعتماد داشتن این بود که شما یک حرف متفاوت رو نسبت به دولت، حرف را که دولت میزنه، حرف را که جامعه جهانی میزنه یا حرف را که دیگه ارگان ها و نهادها میزنه، باید شورای عالی صلح میزد و عملکرد شما باید متفاوت میبود. حالا بیاین روی یک قسمت از سوال فریدون هم تاکید داشته باشیم که عامل اصلی جنگ در افغانستان چیست و کیست؟ این سوال است که شاید خیلی ها برش فکر کرده باشند. خیلی از نهادها ما کوشش میکنیم که به شکل ساده و روشن بگوییم. خیلی خوب، اگر اجازه بدین قبل از جوابتون یک تماس داشته باشیم و بعد میپردازیم. خوب. حشمت جان از کابل پشت خط هستن، سلام، صبح شما بخیر. حشمت عزیز میشنوی؟ خب فکر کنم حتما صدای من ندارن، صحبت نمیکنن. وقفه داریم همکار عزیز، درست؟ خب پس جواب این سوال را میداشته باشیم از شما جناب قاسمیار و بعد میریم سراغ وقفه. به هر حال ببینین،
ما باید هماهنگ باشیم با دولت خود، با نهادهای مختلفی که من یاد کردم، به خاطر اینکه شورای عالی صلح نه قوت اجرایی داره نه هیچ. فقط ما در یک استراتژی که شورای عالی صلح او را قبلا هم داشته و جدیدن یک استراتژی کاملتر در روشنی تجارب شکست‌های خود، اشتباهات خود که در گذشته داشتیم یا دستاوردهایی که بوده، در روشنی از او یک استراتژی جدید در آماده کردیم با مشوره همه نهادهای جامعه مدنی، با زنها و مخصوصاً این نکته زنها را که یاد کردم. ما به این استراتژی نقش زن در پروسه صلح پررنگتر ساختیم و میخواهیم که شوه، هنوزم پررنگتر شوه. حتی در مذاکره، در هیئت مذاکره، طوری که عملا با حزب اسلامی این کار انجام دادیم که از زنها در او اشتراک داشتن. مورد خوب یادآور شدین. آیا این بحث هم مثل همیشه سمبولیک خواهد بود یا ای که نه واقعا زنها در پروسه صلح آورده میشن؟ نه که سمبولیک خو یک عده ای که خواسته باشن ادبیات رسانه‌ای که شاید خریدار داشته باشه از او کار بگیرن، این به نام سمبولیک میگیرن. ببینید یک معاون ما زن است، محترمه حبیبه سرابی، بله، و او اشتراک داشت به مذاکرات با حزب اسلامی و او امضا کرده به پای موافقت نامه، سخن گفته و گپ خود به کرسی تانسته بشانه. ببینید این نقش سمبولیک نیست. خب من میخوام بگم که به هر حال این موزل هست، ما پشتیبانی مردم خود از هر چی بیشتر کار داریم. ببینید درست است که متاسفانه این شدت یافتن جنگ در طول امی سالی که ما در پایان از این قرار داریم، خیلی یعنی هر حمله انتحاری و انفجاری و این حملات در قصبات و قرا و در ولسوالی ها، اینها سیلی هستند که بر روی صلح و پروسه صلح میخورن. به خاطر اینکه مردم مثل که یک برادر گفتن که خب وقتی که اینها اینقدر جرم و جنایت و بیرحمی و ظلم و اینها را نشان میتن، پس کتی کی صلح بکنیم؟ یک سوالی هم بود که آیا کتی داعش؟ ما نه، من روشن بسازم خدمت ما برادرای ما که بگویم که ما مخالفین مسلح طالب که اینها افغان هستند، اتباع ای کشور هستند، آل در مخالفت هستند، مثلا مسلحانه می جنگند، ما اینها را یعنی مذاکره بین الافغانی داریم. او طالب نماهایی که مثلا از چچن است و از تاجیکستان است، از ازبکستان است، آیغور چین است، دیگه است، ما با اونها سر و کار مذاکره صلح نداریم. و اگر کسی بپرسه که خب شما کتی از این جنگی ها کتی کی صلح میکنه، مثل که هم تو سوال کردن، خب صلح خب با مخالف میشه، صلح با کسی میشه که با تو میجنگه، با کسی که دوست و برادرم است. خب ما دیگه صلح بیشتر کار نداریم، ما با امونهایی که در مخالفت هستند. هدف ما همیست که از حد اقل اگر ما یک طفل از کشته شدن نجات بتیم، ما به او میبالیم که شد، در حالی که ما میخواییم که یعنی خون دیگه ریختانده نشوه. این که به دعوت ما که دعوت خداست، حکم خداست، و صلح و خیر، فاصلحوا بین اخویکم، دیگه کسی که به کلام خدا و به سنت پیامبر توجه نکنه دیگه، آدم به هر حال دروازه صلح ما باز نگاه کنه. جناب قاسم یاری دوام میتیم بحث را. معصوم از هرات پشت خط است. معصوم جان سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. تشکر. کوتاه‌تر سوال و یا دیدگاه اگر داری. صبح شما هم بخیر. صبح امی و نم فهمیدم از این اسیاد نبوده پرامیشم شد. قاسم یار صاحب برنامه است. قاسم یار صاحب سلام به شما، صبح شما هم بخیر. شما سلامت باش. زنده باشین. من می‌خواستم یک پیشنهاد داشتم راجع به صلح و با کی داخل مذاکره شیم و همراه کی صلح بکنیم. خب از نظر دیدم من تدبیری دارم که باید ما خود کسای داخل مذاکره صلح افغانستان باشیم که اونا
همین برنامه و همین پروگرام تروریسم و افرادگرایی اینا کار میکنه. اما بزی چهار تا طالبی که مصدی از گوشنگی از دگه از بیسویدی از دگه و دگه اینا سر خود متاسفانه تماسشان قطع شد و سپاس از شما بیننده عزیزی که ما را همراهی میکنن. در این ثانیه‌ها یک میان برنامه کوتاه می‌داشته باشیم و دوباره برمیگردیم. بصره با جناب محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح ادامه می‌دیم و بحث ما در ارتباط به عملکرد خود شورای عالی صلح هست و دیدگاه شما در این ارتباط. سوالی هم اگر دارین میتونین با ما شریک بسازین. بعد از میان برنامه شما تماس‌های برنامه دوباره فعال میشه و میتونین تماس بگیرید. در ادامه برنامه با شما هستم. بیننده برنامه مجله صبح است تلویزیون یک هستید و بحث امروز من در ارتباط به عملکرد شورای عالی صلح هست و دیدگاه های شما که دوست داریم در برنامه داشته باشیم. مهمان برنامه من جناب محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح هستند که خوشبختانه به دعوت من البته لبیک گفتن و در برنامه حضور پیدا کردن. ما هم سپاسگزارشان هستیم و شما تماس برنامه در خدمت شما 0791-654 و 655 در تماس شوین و به صورت زنده دیدگاهتان را با ما و مهمان برنامه در میان بگذارید. خب جناب نور آقا حبیبی پشت خط هستن. سلام آقای حبیبی، صبحتان بخیر. حبیبی صاحب کم موقعیتتان تغییر بدین که صدایتان درست بیه، قطع وصل میشه. بله بفرمایین. خب متاسفانه صدای اونا را درست نداریم، بهتر است که تماسشون نداشته باشیم. بیننده عزیز در صورت که تماس شما وصل نمیشه و یا مشکل در خط وجود داره، پس میتونید که به پیامگیرمان البته سر بزنین. 654 کلید 4 کلید 5 پیام صوتیتون را میگیره و پیام کتبی هم میتونین بفرستین. در صفحه پیامتون کافی است 45 بنویسین و متن پیامتون رو بنویسین، به 654 ارسال کنین، ما میتونیم داشته باشیم پیام شما را و در جریان برنامه پیام ها جا داده میشه. از بنیامین علی هم البته سپاسگزاری میکنم که دیدگاهش شریک ساخته. خب ما احترام داریم به دیدگاهشان، ولی بهتر است که یعنی مناسب ببینیم بر کامنتشان را نخوانیم در برنامه. آقای قاسمیار، بحثی که دوستمان احمد عزیزم در ابتدای برنامه یادآور شدن و بله، یک نکته برای امین بحث داشتم، بحث توافقنامه با حزب اسلامی بود که البته دیدگاه اونا اینطوری بود که نتیجهش چی شد و بالاخره حالا سر صدایی که چند وقت قبل بود فعلا وجود نداره و از این طور صحبت ها. بیشتر من این سوال را البته واضح‌تر برای شما بیان خواهم کرد، اما قبلش احمد عزیز پشت خط است، می‌خوایم تماس شما داشته باشیم. مهربانی احمد جان، سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. ممنون از اینکه تماس گرفتی. بفرمایید دیدگاه در ارتباط با موضوع برنامه چیست اگر موضوع را گرفتی؟ سلام خدمت شما و احمد سندرگزاران تلویزیون یک. سلامت. و جناب مشاور، من یک نظر خاص به شورای عالی صلح داشتم. بفرمایید. شورای عالی صلح فعلا به کسی میماند که اگر آدمی که بود دو جنا را بین هم جنگ بندازه، دو فرد کس اگر آدم میگه نکو جنگ. خب بچه اساس این جمله را گفتی؟ تا فعلا شورای عالی صلح هیچ کدام دستاورد نداره. حالا بود داعش هم وقت شورای عالی صلح به وجود آمد، به این شکل داعش اینا به وجود آوردن. وقتی که یک جنایی که گفته بیکار بس گفتم برادر است بیشتر ما که یک کسی که بیکار است میدینه که یک میانجی پیدا شد، یک راه درآمد به اونا پیدا شد، اونا هم میخیزه به نیساب. ممنون. فقط همین شورای عالی صلح هست. ممنون احمد جان، تشکر، سپاس. بازم تاکید میکنم زمانی که تماس میگیرین لطفاً مورد عفت کلام در نظر بگیرین و ما دوست نداریم به کسی در برنامه توهین شوه، به کسی یا ارگان یا نهاد به صورت کلی. بنابراین این مورد برای ما مهم هست و ارجحیت داره. آقای قاسمیار، در ارتباط به توافقنامه حزب اسلامی و نتیجه این توافقنامه و در کل موضوع خود شورای عالی صلح در قسمت امضای توافقنامه و بعدش پیامدها و در کل این برنامه و پروسه چی؟ بله، به خاطر که امین موافقتنامه طوری که توافق شده تمام مواردش در عمل پیاده شه، یک کمیسیون مشترک اجرایی وجود داره که چند تا عضو از هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هست، چند تا از شورای عالی صلح هستند و تحت ریاست یکی از مشاورین رئیس جمهور او رئیس کمیسیون هستند.
اینها کار میکنن، فعال هستن، منتها یک ده مسائل مشکلات خود داره. به طور مثال رها کردن این زندانی ها، اینها یک دیدن و یک بررسی کار داره که آیا اینها مطابق به روحی موافقتنامه و نص موافقتنامه هست یا نه. به این معنا که اگر مرتکب جنایات باشند و دوسیشان و محکمه باشه یا محکوم علیه محکمه قرار گرفته باشه و یا دعوای حق العبدی علیه از اونا باشه، لحاظا این بخش از این. و بخش ای که مهاجرای کمپ شمشتو که مربوط از اینا میشه، اینها رو مثلا بر از اینا سرپناه یا زمین یا یک کمک های دیگه بخواین، خب ما چون مهاجر زیاد داریم، 2-3 میلیون مهاجر داریم ما، که به همگی ما باید به اونا هم رسیدگی بکنیم. یعنی یک مسائل هست که زمان بر هستن، اما ما امیدوار هستم که گام به گام اینها عملی بشه و ما شاهد اجرای کامل این موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری انجینر گلبدین حکمتیار باشیم. خیلی خوب. جناب شفیع گیلانی از هرات پشت خط هستن. جواب از این نفر نگوییم که امی تماس جواب بده، بعد میپردازیم جناب قاسمی. جناب گیلانی سلام، صبح شما بخیر. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما خوب؟ تشکر، بفرمایید دیدگاهتان چیست؟ زنده باشین، سلامت باشین. سلام برم آقای قاسمیار و همچنین بینندگان تلویزیون آریانا. راجع به صلح من صحبت داشتم که صلح و خیر قرآن و کلام عظیم شان آمده که صلح و خیر، صلح یگانه راهی است که انسان ها را به تمام از تمام مسائل اسلامی و تمام مسائل هر ادیان که باشه وصول به او یک کلمه ضروری است و به خصوص به شرایط فعلی افغانستان. ما امروز به شرایط افغانستان از صلح از اشد ضرورت هست و اما کارهای صلح امروزی که دولت مداری ما پیش میبرند این رای مناسب نیست و از ظرافت های هم که اینا استفاده میکنن اینا از نظر فعلی، سیاست های فعلی و منطقی برخوردار نیست. خب من میتونم دلیل این صحبت خودت داشته باشم و دقیقا همین چند مورد که یادآور شدی. بله، یک موضوع مهمی یکی است که اینها در راجع به صلح صحیح است، اما یک امر بسیار خوب است که انشاءالله راجع به این صحبت بشه. آقای گیلانی ممنون، دیدگاه شما به صورت کلی گرفته شد و فرصت نیست که بیشتر شما رو پشت خط داشته باشیم. وقتتون بخیر. خب آقای قاسمیار خیلی کوتاه بر دوستمان که تماس گرفته بودن اون آقای بی بی بله. و اونا دیدگاهشان رو میخواییم، البته سوالات جوابشان رو رای کنین و یا دیدگاه مقابل رو رای کنین. بازم میگم حق مسلمشان است که انتقاد، اعتراض و نظر خود آزادانه بگوید. دلیل این گونه دیدگاه ها نزد مردم در ارتباط به شورای عالی صلح را شما خودتون در چی میبینید؟ ببینین که من اول به خدمت و برادر از کنم گفت که مثلا امی داعش هم شورای عالی صلح درست کرده. خب این حرفای که اساس نداشته باشه مثلا و آدم از روی احساسات گفته باشه، ما انتقاد در چوکات که دور از غرض و مرض باشه او را ما سازنده میدانیم که مفید است. انتقاد اشتباه انسان متوجه آدم میسازه و خود آدم متوجه اشتباه خود میشه و به رفع از او باید بکوشه. منتها ایتو بدون از اینکه خیلی فکر کرده باشه آدم، هرچی که به دان آدم میایه بگویه بدون دلیل، فکر نمی کنم او به درد بخوره. ما همه یک هدف داریم، این برادر من یقین دارم یک هدف داره که ما او عبارت از این است که ما به یک صلح عادلانه و پایدار به این کشور خود برسیم که ما همه بتانیم او وقت برادروار در
یک زیست با همه مسالمت آمیز داشته باشه. و در این ارتباط آیا فکر میکنین که امضای توافقنامه با حزب اسلامی و نشست‌های چهارجانبه‌ای که بالاخره به خاطر صلح برگزار میشه میتونه تاثیرگذار باشه، با وجودی که البته اگر از بحث حکومت و حلقه حکومت بگذریم که داده اکثریت مردم مخالف امضای توافقنامه بودن و با صفات اجتماعی که اگر مرور کرده باشین و در کل مردم افغانستان هم میدونن که زیاد موافق نبودن، با این وضع فکر میکنین این دو مورد میتونن جز از موارد مهم برای آوردن صلح در افغانستان باشن؟ اولا خب ما که عرض کردم و برادر ما به و صلح و خیر در قرآن مبارک و صلح و خیر آمده، نه از صلح و خیر. خب ایره برادر ما متوجه میشن و وقتی که خدا میگه صلح خیر است، پس ما که یک بخشی از یک گروه جهادی، یک حزب که به نام حزب اسلامی هست و در جهاد نقش بسیار مؤثر داشت، ما با اینها میگیم دیگه مخالفت شما نکنید، بیاین با ما یک جو مسالمت آمیز قانونمند زندگی کنید. اینها قبول میکنند. در کجای از این عیب است؟ یعنی کسی به کلام خدا عیب میبینه؟ خدا میگه و صلح و خیر. وقتی که خدای ما این صلح خیر بخونه، چند تای پیدا شد که بگه این صلح خیر نیست. انال عادلانه بودنش این مطرح است که این حق مردم ما است. مثلا یک عده دعواهای عقل عبدی امکان داشته باشه، متضرر شدن، مشکلات دیدن، قربانی ها دادن، اونها نباید حقشان پایمال شود و به حقوق از اونها باید توجه بشه. اجازه بدین بعد از یک وقفه بیشتر بحث را ادامه بدیم در این مورد و صحبت بیشتر شما را در این مورد داشته باشیم. یک میان برنامه کوتاه داریم بیننده عزیز، ولی قبلش احمد لقا از پکتیا پشت خط است. احمد جان سلام، صبحت بخیر. سلام دوست، شما هم بخیرم چیده گل. تشکر. شما خوب است؟ سلام. ممنون. خیلی کوتاه دیدگاهتان چیست؟ تشکر. ما از در مجموع از عملکرد و کارکردهای شورای صلح راضی هستم. خیلی خوب. خداوند اینا را قاسمیار صاحب و دیگر برادرها را موفق بسازد و توفیق بیشتر نصیب بکنه. انشاءالله. قاسمیار صاحب یک سوال داشتم. به قسمی که ما شنیدیم چند ماه چندین ماه هست که معاشای شما را پرداخت نکردن. علت چی است و اگر کدام مشکلی هست چه وقت خواهد رفع شد؟ سلامت و بخیر باشید. ممنون، زنده باشین. تشکر، وقتتان بخیر، سپاس از دیدگاهتان. خب یک میان برنامه کوتاه بیننده عزیز، دوباره برمیگردیم. بیننده عزیز دوباره برگشتیم، میان برنامه کوتاه بود. فعلا یک تماس پشت خط داریم از خواهرمان. سلام، صبح شما بخیر خواهر جان. خب متاسفانه تماسشان قطع شد و نتونستیم صحبتشون رو داشته باشیم. اینا یکی از افرادی بودن که در شفاخانه 400 بستر آسیب دیده بودن. دقیقاً نفهمیدیم که از جمله دکترها بودن یا از جمله مریضا، ولی وضعیت خوبی نداشتن و صحبتشون هم نتونستیم در برنامه لایو داشته باشیم، یعنی در قسمت لایو. خب بر صورت تماس دیگه پشت خط داریم. سلام، صبح شما بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. دور سر سلامت باشین، امیدوار هستم. و دیدگاه ما در نظر سال است که تا جایی که اشرف غنی و عبدالله با شهید سال در افغانستان آمدنی می و یک نکته بسیار اساس را بر شما عرض کنم که گناه مردم هم است. عبدالله و غنی و اگه بر کسی افغانستان و بر کسی مردم ما شما باشم، وقتی که مردم به مردن خوش باشه و مردم به خون ریختن خوش باشه، اشرف غنی و علاقه به خون شما باشه، به چه اساس این حرف رو میزنی الهام جان؟ هدفت از اینکه خود مردم مقصر هستن در قسمت این اتفاقات و این حادثه یا به صورت کلی بحث جنگ در افغانستان از چیست؟ مردم اینقدر که کشته شد، آنقدر که خون ریخت، با سر هر خانواده بر فعل با افغانستان، بر کل افغانستان خون و ماتم و عشق می ریزم. بلکه گناه مردم است که صدا بلند نمی کنند، باید در مقابل یه این خیم بخیزند و یک راه پیمایی بسیار گسترده را پیش ببرند. بس است، نماینده های ملت و قصه ما و شما نیست. ما شخورمه گیره به هندوستان، به جرمنی، به
الهام جان کشور خارجی اونا سفر خودم میکنن و وفاتشون تیرسید. ممنون ممنون الهام عزیز و بازم تکرار میکنم که به هر گونه دیدگاه در برنامه احترام داریم و دوست نداریم به کسی اتهام وارد شود و یا به یک نوع توهین صورت بگیره. خب بازم با احترام میگذاریم به دیدگاهشان و سپاس از اینکه بالاخره سهم خودشون رو در برنامه میداشته باشن. صحبت شما در ارتباط به توافقنامه با حزب اسلامی و نشست‌های چهار جانبه البته ناتمام مانی که دقیقاً تأثیر رو که شما فکر میکنید و اون پیشبینی رو که دارین از این دو مورد به خاطر صلح در افغانستان چیست؟ ببینین ما عقیده داریم که چون مسئله عملی شده رأی است، حزب اسلامی تقریبا به مو یک اهداف و خواسته هایی که داشتن از طریق صلح بهتر به او اهداف خود و به او مقاصد خود میتونن برسن تا ای که از طریق جنگ. مثلا امتیازاتی که پیش رو هست در موافقت نامه ذکر یافته، اینها همگی معنایش این میشه که دیگران باید تشویق شوند، مثلا امیر طالبا و اینها هم تشویق شوند که خواسته های مشروعی که دارن اینها میتونن از طریق صلح و مسالمت و داخل شدن به زندگی قانونمند در کشور اینها به او اهداف خود برسن. به طور مثال اینها میخوان والی شوند، میخوان وزیر شوند، میخوان قدرت بگیرن. خب هم میگه از راه های قانونی وقتی که اینها به صلح به پیوندن بر از اینها میسر است. خود مثلا رئیس جمهور خواسته باشن که شود خود کاندید کنن، اگر رأی میبرن بسم الله اون میتونن رئیس جمهور شود. دیگه ما میخوایم بگم که راه معقول، راه انسانی، راه اسلامی و راه افغانی راه صلح است، نه راه جنگ و خونریزی. آقای قاسم یار خواهرمون قبلا زنگ زده بودن، دوباره تماسشون وصل شد، میخوایم صحبتشون رو داشته باشیم و بعد ادامه بدیم. آخرین تماس برنامه. خواهر جان سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح بخیر. من یکی از دکترهای 420 هستم. خواهرم ما برک بار بسته کرد. آیا شما کسی دشمن ما صلح بگیرین؟ اگر دختر خود در 420 بود به تیفاران برابر میشد تو صلح میکردی؟ الان شوک دیدی حساب را بدست بودی سنی که ما دیدیم موسنی که گزوان واره دکترها که هم میشد مثلا که دختر آمده داره که با چاکو و شکم ایزد که باشتو به لزوم نناسویا بگوی آیا شما کتی از محصول میکنی؟ شما کتی دشمنان محصول نحلی کنی؟ از را بشلاسه اگه جایی تشکر متاسف هستیم. باشم کمیر بگیم چاره شما چی میکن؟ دیگه خود تعمیل خوبی خدایتان بگو با این صلحایتان، با این صلحی که وطنان نابود میکنن زناره برکبار میکشن خودتان میفهمید. تشکر خواهر جان، خدا نگهدارتان، خداحافظ. خب متاسف هستیم و اگر اجازه بتین من واقعا که اشکشان جاری شده و ای عقده ای که گلونشان گرفته، این دردی که به اینها رسیده و واقعا صحنه های دیدن خیلی وحشتناک، ما کاملا با اونها هستیم. ما از خود غمشریک میدانیم، همدردشان میدانیم و واقعا بی‌رحمی های فراوان است و این یکی از صحنه های است که اینا دیدن. از این صحنه ها زیاد است. شما قبلا جمله قبلیتون این بود که اگر از حزب اسلامی وقتی توافقنامه امضا میشه ما میخوایم یعنی که بگوییم که ببینید یعنی امو که میگن خون به خون نباید شست، یک و دوم وقتی که یعنی کلام خدا را ما میخوایم که خواهر ما کمک وارد تسلا شوه، خداوند در قرآن عظیم و شان میفرماید که ارگا یا امو عربیش هم بگو متن قرآن شریفه و ان طائفتان من المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا بینهما، وقتی که دو طایفه از مؤمنا که به هم میزنن کشت و خون میکنن شما بین از اونا صلح کنین. و قرآن ادامه میده فان بغت
اهداهما علی الاخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله فان فاءت فصله بینهما بالعدل و اقسطوا. ببینید یعنی خدا میگه که صلح اول شما بکنید. صلح مقصدش امیست که دیگه تکرار نشه، یعنی دیگه بیشتر خون ریختانده نشه. ممنون آقای قاسمی از اینکه در برنامه من حضور پیدا کردین و امیدوارم صحبت های شما مردم افغانستان قناعت بخش بوده باشه. و حرف خود شما بس صلح یا معزل جنگ بس کوچک نیست که در یک ساعت خلاص شوه و یا اینکه بتونیم یک جنبندی کلی داشته باشیم. از اینکه دیدگاهتون با ما شریک ساختیم ممنون و جناب قاسمی از شما ممنون. لطف شما زیاد. تشکر از شما. خدا نگهدارتان. و در پایان برنامه امروز همچنان اساس زندگی انسانیت.